سلام آبا، خوبی؟ همین الان دارم از فرودگاه میام. نگران نباش، همه چی درست میشه، همه چی درست میشه. اوکی عزیزم، مواظب خودت باش. بابای جشن سالگردی بگیرم برات امشب. نمیخوام، متشکرم. ببینم دختر گلم، بازم این گلا داری؟ گلا میخوام. سلام. سلام، ماشین من حاضره؟ بله بفرمایید. سلام. ماشین حاضره؟ بله، ماشین خوبیه، ولی نمیدونم چرا به راه ریزی افتاد. والله نمیدونم. ببخشید. الو تینا؟ چی شد؟ زنگ زدی وقت دندون پزشکی بگیری؟ آره دکتر مرتضوی سلام رسون. گفتش که پس فردا ساعت 5 مطب منتظرته. خوبه دیگه؟ از که ساعت بهداشتم زنگ زدم بسم سمینار روان درمانی. گفتن که فردا ساعت 4 هتل آزادی باش. همین؟ آره. آه نه نه، راستی خانم لوراسپی هم تماس گرفت بیاد مطب.
گفتم که نمیای، سالگرد ازدواجته. آخ 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 آخ، خیلی بد شد. ببین یه زنگ بهش بزن بگو بیاد، من خودم میرسونم. حالا یه شب هم که میخوای واسه شوهرت وقت بذاری اونم نصف نیمه. بیا برای تو بخ. الو فرهاد پشت خط، من باید برم، خدافظ. الو فرهاد. سلام عزیزم. سلام فرهاد، کجایی؟ تو جلسه بودم، اومدم بیرون یه زنگ بزنم برگردم دوباره. پروازت کیه؟ پروازم گوشی What's my flight time؟ ظاهراً 7. خب پس 9 میرسی. خانم ماشینتون تقریباً آماده. فرهاد من باید برم، خدافظ. همیشه باید بری. باید برم. دکتر فقط حتما بهشون یادآوری کنید منو سخنران اول نذارن. بله گفتن هتل آزادی ساعت 4. شما که خودتونم جزء بله همیشه جزء سخنرانی خوب هستید، سخنرانیاتون همیشه همه رو به وجد آورده. اختیار دارین شما بذارین پای یه تارو. خواهش میکنم، خداحافظ. خدا چیه تینا؟ زنگ زدم بگم بهرام داره میاد نسخهشو تمدید کنه. باشه فقط قرص های آرام بخشش رو بگو دیگه نخوره. مطمئنی؟ این که الان پرسیدی سوال بود؟ نزدت قبول روز نرسیدی؟ چرا؟ همین الان نرسید. اون ساعت 9 شب بیاد.
براش وقت بذاره. وای تین انقدر خستم که نگو. باش حالا بذار ببینم چی کار میکنم. خدا حافظ. فرهاد کجایی؟ وای دیگه چی کار کردی؟ فرهاد فرهاد دیوونه ای سورپرایز هم کردی. چه فرقی میکنه؟ پس لباسم عوض کنم الان میام. به به چه سلیقه‌ای. نه چی نه؟ منظورم اینه که هر چیزی یه رسم و رسومی داره. خب یه پاکت نامه کنار کادو هست. تراول چکه یا نامه عاشقانه هست؟ هیچ کادو. شوخی بیمزه ای بود. بودو ببین کادو برای چی گرفتم. بودو لیلی چیزایی که تو نامه نوشتم شوخی نیست. خیلی وقته مدام به این موضوع فکر میکنم که چجوری حرفامو بهت بزنم ولی نمیدونم چرا هر بار که میخوام بهت بگم کم میارم. یه دفعه یادم افتاد سالگرد ازدواجمون نزدیکه. خیلی سخت بود خیلی، ولی اینو میدونستم که هر چقدر بیشتر طول بکشه بیشتر به خودم دروغ میگم.
ببین فرهاد، برای هر کسی ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته، هر کسی ممکنه لغزش کنه، چه میدونم، برای همه مریضای من هر روز داره اتفاق میفته، ولی طبیعیه. من مریض تو نیستم. من نگفتم تو مریض منی، ولی هر آدمی ممکنه به نقطه‌ای که تو هستی برسه. بس دیگه. چی بسه؟ تو دیوونه ای. سالگرد ازدواج مصمت کادو گرفته همون رنگی که من بدم میاد، عطر گرفته همون کفتی که من هیچ وقت نمیزنم. لیلی گل میریزه شم روشن میکنه، تو دیوونه ای. پس من نامه نوشتی سالگرد ازدواجم دارم ترکت میکنم، غذای پپر یادت نره، بعد از 5 سال غذای گربمون یادم نره. لیلی من این زندگی رو دوست ندارم، تو هم دوست ندارم. لیلی خفه شو. لیلی خفه شو. لیلی یه لحظه صبر کن فرهاد، فقط خفه شو. ببین نمیتونیم از این واقعیت فرار کنیم. لیلی بابا با تو هم یک دقیقه گوش بده به این من چی میگم. ما باید با هم حرف بزنیم. فرهاد خفه شو. Just with you.
جواب نمیدی؟ تونستی باش حرف بزنی؟ فرهاد من نگرانت شدم. فرهاد حتما به من زنگ بزن، اون تو میبینم از دلشوره. الو فرهاد جان، الو چرا جواب نمیدی؟ کثافت آشغال. الو. بله. شده. در خیر، اشکال از خطا نیست، درست گرفتین. شما؟ من؟ فکر میکنی من کی میتونم باشم؟ لیلی. به به، پس اسم ما میدونین. آفرین. راستش من خیلی چیز از شما میدونم. میخوام ببینمت. بله، هیچ وقت اینقدر مطمئن نبودم. خوبه، مشکلی نیست، میام. کی؟ همین امروز، همین الان بیا اینجا. اوکی باشه، پس خیلی زود میبینم اتو. تو چی؟ تو هم مطمئنی؟ بله، مطمئنم. منتظرم. وای خدای من، وای خدای من. کسی به من زنگ نزد؟ چرا؟ خب کی؟ آوا. چی؟ چی گفت؟ خیلی چیزا. گوشی ما بده. دعوتش کردم بیاد اینجا. دختره رو میگم. شرفر نگو گوشی رو بده من. برحال فرقی هم نمی کنه. سیم کارت توش نیست. اسمساتو چک کن. سیم کارتمو بده. پس خیلی وقت کاراتو کردی. پس همین اینقدر عجله داشتی بری ها؟ من موندم چطور با این همه وقاحت؟ بعد از 5 سال زندگی. تو فکر کردی زندگی مشترک دستمال کاغذیه؟ هر وقت بعدت اومد بندازی تو آشغال بری؟ پس من قرار مدار میذاره با یکی دیگه. تو حق نداری منو احمق فرض کنی، فهمیدی؟ سهم من تو این زندگی بعد از 5 سالی نیست که غذای پپر یادم نره. نامه واسه من می‌نویسه، غذای پپر یادت نره. چرت نگو. کجا ایشالا؟ دارم باید حرف میزنم. وایسا جواب منو بده. مگه من با تو حرف نمیزنم فرهاد؟
چرا جواب نمیدی؟ تو یه دیوونه ای، روانی. آره من دیوونم، تو دیوونه ای. من دیوونم یا تو با این شاهکارات؟ تلفن کجاست؟ میخوای چیکار؟ میخوای بهش زنگ بزنی؟ اصلا نگران نباش، خودش داره میاد. به تو ربطی نداره. چمدونم کو؟ میگم چمدونم کو؟ تو حتی لباساتم جمع کردی. مردشور تو این زندگی رو ببرن که توش پپر از من مهمتره. برو بابا. وایسا فرهاد. تو این بودی؟ ما این بودیم. من نمیفهم چی شده، یه شبه همه چی خراب شده. مگه میشه؟ اون همه روزای خوب، اون همه خاطره همون خاطراتم چطور ممکن؟ چرا؟ چرا؟ واقعا میخوای بدونی چرا؟ آره! فرا تو نرو. میخوام درو وا کنم. فرا تو درو باز نکن، برو بالا. بابا یه دقیقه. فرا خواهش کردم، برو بالا. چی میگی؟ میخوام باش تنها حرف بزنم وقتی تو نیستی. برو بالا فرهاد. فرهاد این آخرین چیزی که ازت میخوام، برو بالا. فرهاد خواهش میکنم، برو دیگه. خیلی خوب. فکر نمی کردم بیای. حالا که با این وقاحت اومدی تنفرم داره ازت. میتونم بیام تو؟
خب خیلی حرف داشتم باهات بزنم، اما حالا نمیدونم چی بگم. شما یه روان پزشکین، باید راه حرف زدن خوب بلد باشین. انگار خیلی چیز از من میدونی. حتی شعاراتون رو واسه بیماراتونم میدونم. در انتهای هر کوچه بن‌بست دری هست. اینو که همه میدونن. آره خب، ولی همه نمیدونن که شما از رنگ زرد متنفری. فریب مردای زندار برای تجربه های زیادی گذاشته، نه؟ من فرهادو دوست دارم، خیلی وقته که میشناسمش، با روحیاتش هم آشنا. ولی از وقتی فهمیدم تصمیم داره از تو جدا بشه بیشتر بهش نزدیک شدم. چطوری با هم آشنا شدین؟ موکلش بودم. آها، جدا شدن از شوهر قبلی و شوهر بعدی و... تو حتی نمیدونی شوهر رو چه پرونده هایی کار میکنه. ما عادت نداریم تو کارهای هم دخالت کنیم، ولی ظاهراً اشتباه کردیم. به این نمیگن دخالت، میگن همراهی. پس مشاوره خانوادگی هم میدین؟ نه، من فقط یه زنم. به به، چه زنی؟ زنی که داره زندگیش رو خرابای زندگی زن دیگه بنا میکنه. باریکلا خان دکتر. آفرین، خوبه. چی خوبه؟ این که میدونی این زندگی خراب است. نگفتم بیای که برام خرابیای زندگیمو یادآوری کنی. گفتم بیا اینجا که خرابای زندگیمو یادآوری کنی. خوبه که آدم بتونه با واقعیت روبرو بشه. خواهش میکنم واسه من معلم اخلاق نشو. پاتو از زندگی من بکش بیرون. اون وقت این یه خواهش یا یه دستور؟ یه قانونه، یه چیزی که بهش میگن عرف. البته قدیما حیا هم بهش میگفتن. بهتون نمیاد اینقدر سنتی فکر کنی. سنتی نیستم، اهل اصول اخلاقی هم که تو یکی ازشون خیلی دوری. فرهاد تو رو دوست نداره. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ کمک نمیخوای؟ موندم چرا منو به تو فروخته؟ خونه قشنگی داری. آره، من واسه هیچی کم نذاشتم، چه موقعی که دانشجو بود و هیچی نداشت، چه بعدش که پدرم خونه و ماشین و همه چی براش خرید. خوبه. اون وقت احیانا پدرتون کنار خونه و ماشین عشقم در اختیارتون گذاشت؟ اون چیزی توی من دید که تو نداشتی، عشق. همون چیزی که الان من اینجا کشونده. اشتباه نکن عزیزم، تو رو وقاحتم میتونه اینجا آورده باشه. تو یه مریضی، بیا مطب کم کم درستت میکنم.
فرهاد کجاست؟ به تو ربطی نداره. الان دیگه داره. فکر کنم دیگه وقتشه کم کم از خونه من بری بیرون. تو به زور نمیتونی فرهادو نگه داری. من اهل باخت نیستم. بعضی وقتا که آدم فکر میکنه خیلی برنده است، همونجا زیر پاش خالی میشه. بیرون. آدم ها به دنیا میان که با عشق زندگی کنن.
سویچ هم کجاست؟ دیگه داری میری رو اعصابم ها؟ بایی من تصمیم همون گرفتم میرم. غذای پپر چه چیز مهم میداشت یادم میرفت. از این وقت کارم همینه دیگه. نه به تنها نگرانی جنابالی برسم این وقت غذای پپر دیر نشه. لیلی من قبول دارم چیزایی که تو نامه نوشتم خیلی منصفانه نبود، ولی آره میدونستی. ولی چی میدونستی؟ خودت هم میدونی که کاری که کردی نامردیه، خیانته. اگه من این کارو میکردم چی؟ با این نامه فرهاد جون من فکرامو کردم، این زندگی دیگه فایده نداره. منم ببخش، خدافظ. غذای پپرم این وقت یادت نره. کاش به جای این چرندیات تو نامه مینوشون آوا دلمو برده. میخوام برم یه گوشه دنیا بگیرم بمیرم. واقعا برات متاسفم. متاسفی؟ تو واسه من متاسفی؟ آره پپر. آره برات متاسفم. پپر. میدونی چرا؟ برات متاسفم به خاطر اینکه همه چیزو با عینک خودت میبینی. برات متاسفم به خاطر اینکه همیشه فکر می‌کنی حق با توئه. چرا؟ آره میدونی چرا؟ میگم میدونی؟ میگم میدونی چرا؟ نه! نمیدونم! واسه هم نرسه تو دارم آتیش میگیرم! اه! مرد شور این زندگی رو ببرن! یه دقیقه واسه! کجا داری میری؟ لیلی سویچو بده من. میگم سویچو بده من. سویچ منه بده. لیلی فقط یه لحظه گوش بده به من چی میگم. میخوای یه مش چرند پرند بگی؟ الان اصلا حوصله‌تو ندارم. من چرند میگم؟ من چرند؟ فقط به من بگو من صبحونه چی دوست دارم کوف کنم. حالا هرچی. همین دیگه هرچی. نمیدونی؟ نمیدونی چون برات اهمیتی نداره. خسته شدم انقدر زنگ زدم به این رستوران‌ها شماره اشتراک بدم غذای کوفتی برام بفرستن. اما میدونی مریضات چی دوست دارن؟ چون حداقل باید براشون پرونده تشکیل بدی دیگه. نه تو حساسیت های منو نمیدونی. من فقط میدونم تو از چی خوشت نمیاد، ولی واقعا نمیدونم تو چی دوست داری. نمیدونم به خدا. ببین بی خود واسه من بهانه نیار. از این حرفام نزن عذاب وجدانت کمتر بشه. سویش بده من. نمیدم. تو اول منو توجیه کن، بعد از 5 سال زندگی مشترک زندگی منو هدر دادی، حالا میخوای بری کنی بری؟ آره آره تو نمیفهمی، چون نمیخوای بفهمی. من تا حالا واسه تو هیچی کم نذاشتم. هرچی هم شده این من بودم که کوتاه اومدم. آره کوتاه اومدی. کوتاه اومدی چون وقت نداشتی، چون برات اهمیتی نداشت. اتفاقا بزرگترین مشکل زندگی ما همینه. بزرگترین مشکل ما همینه که هر موقع به اختلاف خوردیم به جای اینکه حل کنیم رد کردیم. من پپر برای تو هیچ فرقی نداشتیم. داشتیم. جون من فرق داشتیم. چرند نگو. میدونی از چی آتیش میگیرم لیلی؟ از اینکه حتی به اندازه یکی از اون مریضات برات اهمیت نداشت. مگه تو مریضی؟ تو مگه نمیگی من مریض نیستم؟ آره، آره مریضم. کسی که کمبود داره مریضه. کمبود چی؟ تو کمبود چی داری فرهاد؟ عشق لیلی. عشق. من که همیشه به تو گفتم دوست دارم. لیلی تو من دوست نداری. تو فقط به هم عادت کردی. همونطور که به تمام وسایل تو اتاق عادت کردی. به صندلی رنگ با رنگت. به پپر.
من یعنی ما، اون چیزی که قرار باشه به دست بیاریم میاریم. کجاست؟ دنبال چی میگردی؟ ما چیزی که به درد تو بخوره نداریم. نداره. سارا میگن ندارم. ندارم؟ باشه. چشای سبز. چشای سبز. اگه من یکی از چشاشو بزنم چی میشه؟ چی میشه؟ میمیره. میمیره. این گفت که نداری. باشه. نداری پس. بلند کن! خفه شو! اشمان تا سه. وایسا! یه چیزایی هست شاید به دردت بخوره. به دردم بخوره. سارا گفت به دردم بخوره. چی؟ طبقه بالاست. پس هست. پس بود. باشه. بگیر اینو. بگیر اینو. داری؟ آره بالاس. 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 بشین. گفتم بشین. تا دیر نشده میتونین این بازی رو تموم کنی. خفشو خفشو. اینطوری خیلی خوب براتون تموم میشه. گفتم خفشو. دختر جون حیف تو نیست؟ میدونی نتیجه سرقت مسلحانه چیه؟ واسه من مهم نیست. من فقط آرامش بهرامو میخوام. یعنی واقعا تو این ماجرا تو آرامش میبینی؟ خفه شو. این بچه جون، این آرامشی که تو ازش داری حرف میزنی من نتیجهشو زیاد دیدم. نمیخواد موعظه کنی جناب وکیل. کجا میدینی من وکیلم؟ بهرام آدم ناشی نیست. خب پس به حرف من وکیل گوش بده، این بازی مسخره رو تمومش کن. گفتم خفه شو. ببینم یه سوال میتونم ازت بپرسم؟ نسبت تو با این مردی که چیه؟ به تو ربطی نداره. به من ربط نداره. به من ربط نداره. ولی حواست باشه پا تو داری جای پای بد کسی میذاری. آره.
ببینم، تو اصلا میدونی دوست داشتن یعنی چی؟ نشستم پای آدمی که پول قرصاش از دریافت ماهیانه جفت اون بیشتر یعنی چی؟ بشین سر جات، بتمرک. چی شد؟ سارا ببین دیگه چیز دیگه نیست اینجا دیگه. خب سارا جمع کن بریم. ما دیگه چگزه؟ آره فقط باید تکلیف اینا روشن کنیم. دیدن صورت منو دیدن. بده من. خب سارا بس من یکی از اینا رو بزن. یکیش نه بزن سارا. چی؟ کدوم اول بزنم؟ کشتن تو قرارمون نبود. هیچ میدونی داری چی کار میکنی؟ برام با تو هم تو اصلا میدونی با برای چی اونجا اومدی؟ خفه شو. اصلا تو میدونی برای چی اومدیم اینجا؟ خفه شو. ببین ببین عزیزم، ما برای دردسر درست نمی کنیم. بیا همینجا تمومش کن. تو قول دادی. چه قولی دادم؟ چرا انقدر خنگی؟ آخه چرا انقدر خنگی؟ بیچاره موکلات. خیلی خوب. تو دیدی، تو صورت منو دیدی. پس اینو برش کن بره. من هستم. سارا دیدی از خود گذشتگی رو دیدی؟ منم از خود گذشتگی زیاد کردم. نه باشه، برش کن. این آشم باشه. چی کار داری میکنم؟ کیه؟ میگم کیه؟ فکر کنم منشیمه. اینجا چه غلطی میکنه؟ سارا برو جمع کن. باشو. برو. آیفون کجاست؟ همینجاست. این دیگه کیه؟ گفتم که منشی مذهب باش قرار دارم. چه چیکار میکنه؟ ماده ما رو آشتی بده. در رو باز نکن. بهرام بذار باز کنه، شک میکنم. بذار بیا تو. در رو باز کن. محکم بگیر. تکون نمیخوری.
صدات در نیاد. اینجا چه خبره؟ لیلی اینجا چه شد؟ صدات در نمیاد. آشتی کانون رو به هم زدیم سارا، ما آشتی کانون رو به هم زدیم. اونو ولش کن لیلی، تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا لیلی، تو گاف صندوق هرچی داری بده بذار بده. صندوق چی؟ آشتی تله جواهر بوده بهشون دادیم. او گاف صندوق نداریم. گاف صندوق، گاف صندوق کجاست؟ خودمون گاف صندوق نداریم. کدوم گاف صندوق؟ نداریم. سارا ندارم. گاف صندوق نداریم. خود چرا به من نگفتی تو؟ یه کاری بکن تو رو خدا. خفه شو تو رو خفه شو. گاف صندوق کجاست؟ گاف صندوق کجاست؟ جای گاف صندوق نگه میکشم سارا، به خدا میدونه همه تون رو میکشم تا دهنش میکنم. دارو خدا فرد، دارو خدا ده مهرم خدا لیلی، یه کاری بکن. نو نظر بکشه منو لیلی. هش ماشین رو ببر. خواهش میکنم لیلی، تو خدا منم خواهش میکنم. میگم ببین چرا نمیفهمی، ما میگم هیچی نداریم دیگه. حرفش تو شیش حرف بزنی، مگه نمیبینی چقدر قاطی کرده؟ میزنه میکشتشا. چک سفید میدم تو رو خدا. میگم خفه شو شو نظر بکشه منو لیلی. رفتم خفه شو تینا. تینا تینا سارا محکم بگیرش. میتونی برو پایین. سارا بری. ببین چی میگم. آخه تو دیدی، تو صورت منو دیدی. خیلی خوب منو نگه داری، اینو رد کن بره. بسه بره، خود نمیخوره وفادار باشی. تو فنگ دستو چگاه میکنه؟ خفه شو. خفه شد دیگه. نوبت تک تکتون میرسه، نوبت تو هم میرسه. بابا سارا، سارا آخه تلفن تو ندید. بیا بهت میگم بیا. تلفنت چرا شارژ نداره این؟ وای درست میشه
حاشیه رو پیدا میکردم تو رو فراری میدادم. چه فرقی میکنه؟ تو که داشتی میرفتی دو سه ساعت پیش با معشوقت. فرق میکنه بابا. بی خود واسه من از خود گذشتگی نکن. بس کن دیگه لیلی، بس کن حرف نزن. دوستم بود پای خود. تفلکی رو کاش که میگفتی نیاد. من نگفتم خودش دید. حالا هم بده گفت میام آشتی تو بدم. چیزی که باید تموم بشه تموم میشه دیگه. تموم میشه لیلی جون. تو هم که تالاشو به زور تعمال کردی نه؟ بس کن دیگه لیلی، بس کن. تو مریضی، برو خودت به دکتر نشون بده. ببینم این همه مریضایی که داشتی داره کدومشون رو نجات دادی؟ خیلیا. پس چرا به زندگی خودت کمکی نکردی؟ زندگی من که چیزیش نیست، همه چی سر جاش بود. چیزی چیزیش نیست؟ چیزیش نبود؟ بود؟ نبود؟ تو نخواستی؟ من نخواستم؟ آدمایی مثل تو برای اینکه از زیر مسئولیتشون در برن همیشه دنبال بهانه. اشتباه نکن، اشتباه نکن. تو این زندگی هیچ مسئولیتی با من نبود. ببین تو از کدوم مسئولیت داری حرف میزنی؟ تو که هیچ وقت نبودی. مسئولیت هر وقتم که باهات خواستم حرف بزنم گفتی فردا. شما لو یادته گفتم بچه لیلی بچه کم داریم، گفتی فرهاد. الان من پایان نامه دارم، رفرنس دارم، وقتمونو میگیره. برو بابا، ما کی نشستیم ما هم حرف بزنیم؟ کدوم مسئولیت؟ همه چیز این زندگی هم که مال توه. برو بابا، مسئولیت تو هم که نبودن من اون بچه رو بهانه کن، برو با یه زن دیگه پی زندگیت. الان زندگی درست شد. ببین من از اولش نگفتم استوسیه تو دورم بودن. کی دیدیم هم دیگه رو؟ دیدیم ندیدیم، به خدا ندیدیم. هی میگفتی کار دارم. من که چیزای خیلی سخت نمیخواستم. میگفتم عشق خیلی ساده است، چیزای خیلی کوچیک. آخه لام هستم، باید یه فرقی بین من همسایه باشه یا نه؟ تو چی میخواستی؟ پرتقال پوست کندن.
میگم فرهاد کجاست؟ فرهاد خواهش میکنم صدا در نیاد، اون دیوونه است، میزنه میکشتت. اینا میدونن. این دوتا رو بکن برم. آخه بس فدا کنیم، آخه بس فدا. برمیگردم بیا سر. برای چی برگشتی؟ چه خبره اینجا فرهاد؟ مگه قرار نبود زنگ بزنی؟ کی بهت گفت پاشی بیا اینجا؟ بابا هر چقدر گرفتمت خاموش بودی، نگران شدم. اینا کیان؟ من میترسم فرهاد. بدون دعوت هر جایی رفتن ترسم داره. خواهش میکنم تمومش کن دیگه لیلی. اه؟ واقعا؟ آره واقعا. وای وای خدای من، تو چطور میتونی اینقدر وقیح باشی؟ این وقاحت نیست. در ضمن من بی دعوت نیومدم، ما با هم قرار داشتیم. قرار فرهاد؟ قرار داشتیم با هم؟ چمدون بستن و سویچ سویچ کردن و بال بال زدنت واسه این بود؟ کجا ایشالو به سلامتی؟ اونش به خودمون ربط داره. تو یکی ساکت. من میخواستم اینا رو تو نامه برای توضیح بدم ولی بس دیگه. باید تو تبش میگفتی. اگه گفته بودی الان اینجا نبودیم. میخواستم یه چیزایی رو بهت بگم. ولی تو یکی ساکت. ببین خانم دکتر، این بنبست بنبست که میگفتی همینجاست. تو دادم که چشا دارن همدیگر رو ببینن، مجبور همدیگر رو تحمل کنن. پس الزامن تای هر کوچه بنبست. نه بابا، تو وضعت خیلی خرابه. کارت از من دکترای دیگه گذشته. برو توی مؤسسه خودتو درمان کن. بابا بس کنین دیگه، گیری یادم روانی افتادین. بل کنین دیگه، یه کاری کن فرهاد. این روانی که من دیدم همه اونو میکشه. نه نگران نباش، بالاخره یه رای پیدا میکنم. یعنی هیچی ندارین بهش بدین بره؟ چرا، راستی یه چیزی با ارزش یادم افتاد. عشقتون رو بدین شاید راضی شن. نه فرهاد، شاید با عشق شما راضی شن. بس کن دیگه. چرا؟ اگه اینا رو داری برای مسخره کردن من میگی، الان وقت مناسبی نیست لیلی. اه جدا؟ ساعت چنده مگه؟ آره جدا. اون موقعی که بعد این حرفا رو میزدی نزدی. ببین این چرندیاتی که میگی اشتباهی که کردی رو توجیه نمیکنه. تو پالایشگر خوبی هستی، اما یادت باشه عشقو نمیشه تو کتابا پیدا کرد. تو این چی دیدی که فکر کردی بهت عشق میده؟ با من حرف زد. منو دید. همین؟ فقط حرف زد؟ پس مغزتو شستشو داده. فکر میکردم گفتگو بخشی از درمان شما روان پزشکاست. نیست؟ عشق من از رو عوض نیست، خالص پاک.
با یادم میتونم با این نگاه هم با هم حرف بزنم، کاری که تو هیچ وقت نتونستی بکنی. راست میگه، این چیزی که 5 ساله میخواستم بهت بگم. اگه کسی تو رو اونجوری که تو میخوای دوست نداره، معنیش این نیست که با تمام وجودش دوستت نداره. و واقعیت نمیشه فرار کرد لیلی. هر رابطه ای دو طرف هست، موندگاری رابطه به درک متقابل. همه مریضا نمیشه با این نسخه خوبشون کرد. واسه درک متقابلم باید اول طرفتو خوب بشناسی. میتونم بپرسم آخرین باری که با هم قدم زدیم کی بود؟ آخرین باری که با تمام وجودت دلت میخواست مادر بشی؟ تو اصلا میدونی فرهاد چقدر بچه دوست داره؟ این همون چیزی که ما بهش رسیدیم. اصلا برای ما مهم نیست که تو چی فکر میکنی، که از نظر تو این احساسای قشنگ ما علمی و مفید هست یا نه. فقط انجامش میدی، مهم نیست تو بخندی. تو هم اگه فرهاد دوست داری بهتره که آزادش بذاری. اگه برگرده کنی مال تو بوده، اگرم برنگرده یعنی از اولش مال تو نبوده. فرهاد تو آزادی هر جا که میخوای بری. من اشتباه کردم. هنوز دوست دارم که این حرفو یه فکری بکنی. چی میخوان اینا؟ فرهاد، فرهاد با تو هم میگم چی میخوان اینا؟
یادش بخیر خونه خانم جان. خدا بیامرزتش، انگار الان اینجاست. خدا بیامرزتش. یه ده چقدر صدای خنده موشکی میشد. توی این عکس دقیقا بعدش افتادم توی اون حوض. یادمه. نهاش. آره. چقدر زود گذشت. چقدر حیف شد اون خونه رو خراب کردم. نزن بابا. آره میده صبر کن. ببین ما اومده بودیم اینجا دزدی کنیم، نه اومدیم که آدم بکشیم. چه فرقی میکنه چه یه نفر چه چهار نفر؟ صبر کن. ما اگه خودمون رو گم و گور کنیم، باور کن که هیچ کس ما رو پیدا نمیکنه. بهرام خواهش میکنم، یه بارم که شده به حرف من گوش کن. یک بار. خواهش میکنم بهرام. به خفه شو دیگه. باش پاشو بیا بریم. میگم پاشو دیگه. همه تون باید میمورد، یعنی باید همه تون رو میکشتم. میکشتم ولی سارا نذاشت. همه تون بهش مدیونه. ولی اگه من بفهمم کسی زنگ زده به پلیس یا به کسی چیزی گفته، پیداش میکنم به جون سارا پیدا میکنم. سارا پیداش میکنم یا نه؟ آره، اگه جونتون رو دوست دارین به هیچ کسی هیچ حرفی نزنین. باشه. فهمیدی آقای وکیل؟ من نمیدونم تو کی هستی، ولی دیدمت، تو ذهنم هم موندی. فهمیدی؟ گفتم فهمیدی؟ بله فهمیدم. بله فهمیدم.
بکنم. غفوری هستم از اداره گاهی. خوش آمد. بفرم. شما این زن و مرد قبلا دیده بودید؟ نه. میدونین از کجا وارد شدن؟ از این طرف اومدن، از اون ور اومدن، از کجا اومدن؟ میکرده پدر سوخته بابا این بابا پدر سوخته چیکرده دسته نردنش من مرسی وقتی روشن کرده چیز مرسی مرسی چقدر خوشگله خوده حس اولین سالگرد ازدواجمونه دارم منم همینطور باورم نمیشه پارسال این موقع تو چه حالی بودیم الان چه وضعیتی داریم همش اینه یه کابوس بود آره واقعا اما کی باور میکنه این کابوس به قشنگترین اتفاق زندگیم تبدیل شد البته یه تلخیایی همون مثل دست دادن تینا و این حس عجیب غریبی که داره منو هنوز اذیت میکنه که اون مردی که روانی یه جایی تو این شهر برا خودش داره ول میچرخه آزاد آزاد اما یه نتیجه خیلی مهمم داشت اینکه فهمیدم چقدر دوست دارم آدم ها خیلی وقتا قدر چیزایی رو که دارن نمیدونن منم چشم به خیلی چیزا باز شد ما اینقدر غرق آرزوهای خودمون بودیم که یادمون رفته بود هر کدوممون آرزوی اون یکی سلام شبتون سلام سر بخیر این گلی که دوستانتون فرستادم کی؟ اسمشو نگفتم فو خانم بودن یا آقا؟ شبتون بخیر شب خوشی رو داشته باشی مرسی گل قشنگه آره خیلی خوب لیلی خانم دیگه وقتش فوت کنی یک دو
بهت گفتم، تو دیدی، تو صورت رو دیدی. سالگرد ازدواجتون مبارک باشه. ممنون. حقیقتش اینه که وقتی دیدم همه چی تمومه با خودم گفتم چرا من؟ چرا من که صبح تا شب با مشکلات همه دارم دست و پنجه نرم میکنم و به همه کمک میکنم، چرا باید برای من اتفاق بیفته؟ پیش خودم گفتم شاید ته هر کوچه بن‌بستی دری نیست، ولی تو اوج ناامیدی فکر کردم از تخصصم استفاده کنم شاید جواب بده. اسمش ریپریشنه، کمک میکنه تمام اون چیزایی که پس ذهنت برات حل بشه. با اینکه تینا خیلی اصرار کرد که این کارو نکنم، فکر کرد خطرناکه، ولی با کمک یکی از مریضایی که خودشو من مدیون میدونست و حاضر بود هر کاری بکنه که تا من یک کمکی بشه، تصمیم گرفتم این بازی رو شروع کنم. این بود که بهرام وارد ماجرا شد. البته فکر نمی کردم کنترلش از دست بده. اونی که همراهشه کی؟ اون دختریه که 3 سال برای مداوای بهرام صبر کرده تا بهرام نتیجه‌شو دید. نشستم پای آدمی که پول قرصاش از دریافت ماهیانه جفته و میشتر، یعنی چی؟ البته وقتی قرصاشو قطع کردم خودم یکم نگران بودم، ولی اولین بار بود که یه مریضی به دکترش کمک کرد.